مسئله انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی برای درصد بالای جامعه بی‌معنا بوده و فقط یک رقابت هستش بین اعضای طبقه حاکم. در دوره‌های گذشته، در چند دوره گذشته، خواسته شهروندان جامعه کاملا بلا موضوع بوده و حاکمیت اون بحران مشروعیت رو داشت و برای اینکه بخواد آمار مشارکت رو بالا ببره، اومد انتخابات ریاست جمهوری رو در 3 دوره گذشته فکر کنم با انتخابات شورا همزمان کرد و از اونجا که انتخابات شورا یک سری منافع مادی مشخصی برای یک سری مجموعه همراه داره، یک مقدار آمار مشارکت بالا رفت. اما برای انتخابات این دوره من میخوام از سه زاویه این رو نگاه میکنم. یکیش اینکه چشم انداز حاکمیت به مسئله انتخاباتی، حاکمیت به معنای همون قدرت مطلقه، همون آقای خامنه ای که سیستم جمهوری اسلامی ما میدونیم استبدادی نیستش، یک استبداد فردی نیستش، فاشیسته و در تمام موارد و نهادها و همه موارد، همه نهادها در خدمت اجرای اون چیزی هستش که اون قدرت مطلقه میخواد. اون خواست اون قدرت مطلقه بر همه چی مقدمه و در رأس تمام قواعده و اون قدرت مطلقه میدونه که دیگه توان باز تولید و ترمیم مشروعیت رو نداره و البته کاملا اوریان نشون میده که اصلا نیازی به کسب مشروعیت هم نداره و برای اون نه تنها تلاش نمیکنه، بلکه اگه ما به رابطه قانون و خشونت و قدرت بعد از حالا بگیم خاموش شدن موقت جنبش ژینا نگاه بکنیم و یا حتی در این دوره انتخابات ما میبینیم فشارها مضاعف‌تر شده، همون قانون خودشون عملا به شکل ابزار خشونت در اومده. حاکمیت داره میگه حاضر نیست کمترین حقی رو رعایت بکنه و یا از نظر خودش حاضر نیست کمترین امتیازی بده، چون میدونه دادن امتیازهای حداقلی هم امتیازات دیگه‌ای به دنبال خواهد داشت، در نتیجه فکر میکنه همون بهتره که امتیاز اولیه رو نده و براش کم هزینه تره. و این انتخابات براش یک مسابقه سوریه با یک چهارچوب و نتیجه تعیین شده. گروهی رو که رأی میده در یک مسیر مهندسی شده قرار داده که به همونی رأی بدن که باید رأی بیاره. اگه رأی آورد چه بهتر، رأی نیاورد براش رأی میسازن. اما اون قدرت مرکزی چشم‌اندازش برای این فرد مطیع در عنوان ریاست جمهوری چی هستش؟ مسئله ای که در این انتخابات فکر میکنم خیلی مهرز هستش، سرمایه گذاری حاکمیت بر سر تعامل با غرب به عنوان تنها بنبست سیاسی این قدرت مطلقه در مسئلهش با غرب و تعامل بر سر مسئله هسته‌ایه که به یک تیم نیمه معتدل نیاز داره که مصالحه‌ای با غرب بکنه. و از این منظر بر اساس تحلیل‌هایی که بسیار انجام شده اخیراً، جلیلی همون ادامه مسیر رئیسی هستش و اگر اون بحث از بین بردن رئیسی از سر راه رو به عنوان یه مفروض داشته باشیم، خود به خود فقط گزینه محتمل پزشکیان و قالیبافه که میتونن در محدوده‌ای که رهبری براشون تعیین کرده عمل بکنن و دیدیم که کیهان و شریعت مداری هم از پزشکیان دفاع کردن. و البته این قدرت مطلقه میتونه حتی این احتمالات رو در این تحلیل ها مهندسی بکنه و اینکه آخر قضیه چیز دیگه ای بشه کم احتمال نیستش. و اما بخش دوم، چشمانداز این 6 تا کاندیداتی هستش. این 6 نفر خودشون رو مشخصا و علنا کارگزار اون قدرت مرکزی معرفی میکنن و میگن اصل قدرت جای دیگه است. هر یک از این 6 نفر میخوان در زیر چهارچوب اون قدرت مطلق عمل بکنن، پس هیچ روح دموکراتیکی وجود نداره. البته کاملا عادی هستش در این 6 نفر و افراد زیادی جمهوری اسلامی باید براشون بمونه، پس طبیعیه کاندیدا بشن، عوام فریبی بکنن، چون اگه این حکومت ساقط بشه اینا جز جنایتکاران تاریخ جمهوری اسلامی هستن، همه اینها در بدنه قدرت هستن، محاکمه میشن و به جای پاستور باید برن زندان. جلیلی در یکی از مناظره هاش گفت جای متهم زندانه نه در تلویزیون. ظاهرا آقای جلیلی خودشو به خواب زده که دهه ها جنایتکاران در پاستور هستند و مدافعان عدالت در زندان. و اما سومین بخش و مهمترین بخش چشمانداز مردمه. مردم، خب ما لایه هایی داریم که وفادار نظام هستند و از بودن جمهوری اسلامی منتفع میشن و لایه هایی هم داریم که الزاماً این وفاداریشون فقط وفاداری سیاسی یا الزاماً وفاداری سیاسی نیستش، یک
میتونه وفاداری منفعتی باشه، مثلا کارمندانی که به دلایلی از جمله ترس و یا هر دلیل دیگه به اشتباه میدن رأی میدن، اما میدونن که این رأی دادن، اینا میرن رأی بدن بگن ما حق نداریم و حق مطلق ولایت فقیه هست و انتظار هیچ تغییری در ساختار حاکمیت ندارن. اما عموم مردم، اگه ما از اون معرکه های فضای توییتر و شبکه های مجازی بیرون بیاییم، میبینیم انتخابات در داخل جامعه هیچ موضوعیتی نداره. ما دیدیم که تو جنبش ژنژیان آزادی، اصلا این جنبش ژنژیان آزادی دشمنان پنهان بسیاری داشت در بین جریانات و افرادی که با لباس تکثرگرایی و مدعی دموکراتیک بودن، ادعای دموکراتیک بودن رو داشتن، و اگر این دشمن این چنین نبود، شاید همین انتخابات استارت دیگه برای ادامه همون جنبش میشد. اما با این حال، با وجود اینکه درصد بالای مردم در قیام های دهه گذشته شاید به خیابون نیومدن، اما اینا قیام 96 رو به یاد دارن، قیام تشنگان رو به یاد دارن و هنوز خون جان های قیام ژنژیان آزادی در حافظه مردم خشک نشده. هنوز چهره اون 80 کودکی که به قتل رسید، ما هنوز احکام اعدام رو داریم، هنوز حکم زنانمون در شمال کشور کردستان مدام داره صادر بشه، کولبرکشی و سوخبرکشی رو داریم، معلم ها دارن اخراج میشن و در زندان هستن، اعتصاب سه‌شنبه های نبه زندان رو در زندان های کشور داریم و مسئله مهم و امروز ما همون اعتصاب بیش از 20,000 کارگران پروژه نفت در حدود 90 شرکت هستش در کمپین 14-14. این اوضاع اجتماعی جامعه ما هستش، نه مسئله انتخابات. مسائل جامعه ما مسائل هیچ یک مسائلی نیستش که هیچ یک از این کاندیداها حتی در شعارهای عوام فریبارنشون رفته باشن سراغشون، اجازه ورود به این مسائل بهشون داده نشده. مثلا نمونه آقای پزشکیان به عنوان یک از به عنوان عوام فریبی بحث زنان رو مطرح میکنه، یا بر اساس محوری از این که بگه من اهل کردس اهل مهابادم در کردستان به دنیا اومدم، یا میره کردی صحبت میکنه در ستاد انتخاباتیش، و یا آهنگ برایه رو برای ستاد انتخاباتیش انتخاب میکنه، آهنگی که میدونه هنوز تو ذهن مردم زنده است ولی میدونه سرود رادیکالی برای تمام گروه ها نبود، اما در همون جا که در کردستان داره صحبت میکنه کردی، آتش زدن جنگل های زاگرس رو نمیبینه و در موردش صحبتی نمیکنه و سایر کاندیداها به اشکال دیگه. مسئله مهمی که هستش اینه که اهمیت دولت، جامعه، حزب و جایگاه تشکل‌های مدنی در یک ماتریکس قدرت و سازوکار مقاومته. ما میدونیم که دست کم در سطح تئوری حزب مانند یک ضربگیر در مقابل دولت عمل میکنه و تا حدی میاد اون ضربه‌های دولت به جامعه رو کند میکنه. در واقع حزب انگار در فضای ما بین جامعه و دولت قرار داره، نقش یک سازوکار دفاعی رو داره، اما اون چیزی که در ایران وجود نداره. پس مردم میدونن ما چون این حزبی که ما بین مردم و دولت قرار بگیره رو نداریم، پس روی کار اومدن اصلاح طلبان حتی با حمایت امروز آقای خاتمی از پزشکیان بعد از کشت و کشتار و قیام های اخیر مشروعیتی نداره و مردم رو پای صندوق رای بر نمیگردونه. و من فکر میکنم نگفتن به این انتخابات یادآور دیگری به اصلاح طلبات که شما نمایندگان مردم نیستید، از طریق مردم نمیتونید در قدرت دخالت بکنید، شما فقط از طریق دولت و حاکمیت مردم میتونید دخالت بکنید، و از اون طرف ممکنه حاکمیت امتیازی به بخشی از اونها که به نوعی وفاداران خودی های حاکمیت محسوب میشن بده که خودش و وفادارانش رو ترمیم بکنه. و اما اون چیزی که مهمه و میخوام جنبندی بکنم از گفته هم این که در جامعه ما فقط تشکل‌های مدنی هستن که نقش لایه‌های دفاعی برای محافظت از جامعه رو دارن. در واقع این لایه محافظتی حتی نسبت به حزب‌های دموکراتیکی که اگر داشتیم که نداریم، با جامعه نسبت ارگانیک‌تر و درونی‌تری دارن. لایه تشکل‌های مدنی یک ارتباط بلاواسطه با جامعه دارن و از لحاظ پویایی این تشکل‌ها نشان دهنده پویایی خود جامعه در معنای گسترده اون هستش، و یک ارتباط ارگانیک این تشکل‌های مدنی با جامعه اونها رو به یک آینه تمام قد خاص واقعی جامعه تبدیل می‌کنه و دولت سعی کرده این لایه‌های دفاعی رو از بین ببره و
با خشونت هاش و یا جاهایی سعی میکنه اونو به بخشی از خودش تبدیل بکنه. به عنوان مثال در این انتخابات کاری که کرد در اومد بیانیه جعلی به نام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صادر کرد و یا لوگوی این شورا رو جعل کردش. اما از منظر معلمان، طبقه کارگر، زنان، بازنشستگان، ملت‌ها و تمام گروه‌های تحت ستم می‌دونن که مطالباتشون پای صندوق رأی به دست نمیاد، بلکه قدرتشون در تشکل‌یابی و در کف خیابونه و اونا خیلی وقته که گفتن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا.